حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. قابل انتظار بود که بعد از دو سخنرانی خامنه ای در مورد عزم حکومت برای تحمیل حجاب اجباری، دستگاه حکومتی از جمله نیروی انتظامی شروع به اقدامات جدید بکنند. تحلیلتون چیه؟ ولی این واقعا یه چیز سابقه داریه دیگه. دیدید هر بار که رهبر حرفی میزنه بقیه مقامات برای اعلام وفاداری هم که شده باید بگن ما کارهایی داریم میکنیم یا خواهیم کرد و بنابراین حرف شما رو شنیدیم و اطاعت میکنیم. دیگه فرقی نداره که مثلا مسئله قطعهای زنجیری باشه که رهبر گفتش که دست خارجی و اسرائیل در کاره و بعدن به زور در آوردن که مثلا آقای سعید امامی عامل اسرائیل بود. این اواخر اگه خاطرتون باشه سر ماجرای فرار نخبگان و فرار مغزها گفته شد که یعنی رهبر گفتن که این کار دستای خارجی و سازمان یافته است و توطئه است و نتیجهش این شد که اعلام کردن بله ما جلوشو میگیریم. چجوری؟ از این طریق پلیس رو میذاریم در کنار مثلا دفتر خروج نخبگان تا جلوی اینا که میخوان خارج بشن بگیرن. بنابراین یه مکانیزم برای اعلام وفاداری و برای اینکه ما حرفای شما رو شنیدیم و اجرا میکنیم. توی این ماجرا دیگه نتیجه مهم نیست، هزینه که این کار برمیداره مهم نیست، پیامدهاش مهم نیست، حتی برای خود سیستم. یعنی سیستم جوری کار میکنه و آدم ها جوری تو این سیستم قرار میگیرن که دیگه این ستا که مربوط به هر نوع برنامه ریزی و استراتژیست اهمیتی نداره، نه نتیجه، نه هزینه هاش، نه پیامدهاش. بنابراین میگن میدون دنبالش و شروع میکنن اجرا کردن. هزینه هاش رو البته مردم میپردازن، به ویژه زنانی که با تحمیل کنن این وضعیت تحمل کنن. با توجه به اینکه اشاره کردن هزینه ها و پیامدها برای حکومت مهم نیست، این عزم حکومت برای تحمیل حجاب اجباری در مقابل اراده زنان و دختران برای دفاع از پوشش اختیارشون، فکر میکنین بار ختمه به دور جدیدی از تنش بین مردم و حکومت بشه؟ حتما تنش آلود خواهد بود و این تنش میدونید چیزی حدود 45 سال ادامه داره و باز هم ادامه خواهد داشت. شاید نتونیم بگیم که نتیجه این تنش ها دقیقاً چه خواهد شد، ولی یه سری روند ها هست که به ما میتونه بگه که این وضعیت به کجا خط خواهد شد و این تنش ها از توش چه چیزهایی در میاد. اولین مسئله اینه که شما وقتی تو این 45 سال نگاه میکنید حکومت دائما در حال عقب نشینی بوده و زنان در حال پیشروی بودن. یعنی وضعیت پوشش زنان امروز بسیار بسیار فاصله داره از چیزی که 45 سال پیش بود و از چیزی که نظام در همه این سال ها خواسته. بنابراین یه پیشروی بسیار آشکار برای زنان در مقابل حکومت. دومی که روندهای به اصطلاح اوضاع جامعه هم خلاف اینه. یعنی مثلا در تحقیقاتی که 7 سال 8 سال پیش در سال 94 انجام شد نشون داد که حدود مثلا 11% مردم میگن که اگر زن بخوان حجاب نداشته باشن مشکل نداره. این رقم در سال گذشته 3 برابر اندی شد، یعنی 38% چه نظری دارن. بنابراین روند این که مردم با خواسته های حکومت موافق باشن روند معکوسی داره و مردم در جهتی مخالف حکومت داره حرکت میکنه و مهمتر از اون قدرت حکومت هم برای اعمال به اصطلاح حجاب اجباری کاهش پیدا کرده. یعنی توان عملیاتیش برای این کاهش پیدا کرده. دلیلش اینه که زنان بیشتری دارن مخالفت میکنن و زنان بیشتری تخطی میکنن از چیزی که حکومت میخواد به اجبار تحمیل کنه و به علاوه اون پشتیبانی اجتماعی رو همونطور که گفتم از دست داده. یعنی مردان اون زنان بیشتری مخالف این هستن که حجاب تحمیل بشه به زنان و در نهایت انقدر شکست ها و ناکامی های بزرگ داشته که دیگه مشروعیت و اعتبارش رو هم از دست داده. همه اینا باعث میشه که ما حدس بزنیم این نبرد کم میشه، زیادتر میشه، زنان عقب میشینه، حکومت قدری جلوتر میاد یا برعکس. ولی در نهایت این روندها نشون نمیده که حکومت در این کار پیروز خواهد شد. سپاس از شما حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما بودید.